کنسولگری ایران در هرات اعلام کرده که تاکنون هیچ مکتوبی مبنی بر گفتگو بر سر عقب نشینی ساختمان این نمایندگی سیاسی در شهر هرات از سوی دولت افغانستان به آنان نرسیده و در سوی دیگر به مکاتب آنان هم نمایندگی وزارت خارجه در هرات پاسخی نمیدهد. پیش از این معینه وزارت امور خارجه گفته بود که هیئتی از هر دو کشور در حال رایزنی روی این باره هستند. آصف جاهد گزارش می‌دهد. هر روز قضیه عقب نشینی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات پیچیده‌تر می‌شود. همین چند روز پیش بود که نصیر احمد اندیشه معین اداری مالی وزارت امور خارجه کشور به این ولایت سفر کرده بود. او از این گفته بود که رایزنی و گفتگو در زمینه چگونگی عقب نشینی این نمایندگی سیاسی دنباله دارد و هرگاه به نتیجه رسیدند آن را رسانه‌ای خواهند کرد. مالکیت اموساها یک مالکیت دیپلماتیک است و او از تعرض همیشه مسئول می باشد. ما کار ما بسیار به شکل جدیش وجود داره، همکارای بخش حقوقی ما و همراه همکارای بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ایران در کابل مذاکره دارن. ما بحث هایی که داشتیم برشان مطرح کردیم و هم صحبت های خودشان داشتن و انشالله به زودی ما به یک راه حل می رسیم. ولی در برابر این گفته ها محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات میگوید که آنان آماده عقب نشینی هستند و باید در این زمینه وزارت امور خارجه افغانستان خواسته های آنان را که همانا استملاک زمین است دردید بگیرد. گفت تا کنون مکاتبی به نمایندگی وزارت خارجه در هرات فرستادند که این نمایندگی به این مکتوب ها پاسخی نداده و آنان چشم به راه پاسخ هستند. ما خواهان این شدیم از دولت افغانستان که در بحث استملاک این زمینی که در بحث عقب نشینی قرار خواهد گرفت به ما پیشنهاداتشون ارائه بدن. ما تا امروز هیچ پیشنهادی دریافت نکردیم از مقامات محلی، یعنی به محض اینکه ما پیشنهاداتی رو دریافت کنیم از مقامات محلی یا از کابل فرقی نمی‌کنه، این باید ما بفرستیم تهران. این گفته ها نشان می دهد که هر دو سو گفتگوی نداشتن جز آن بار نخست که هیئتی از سوی رئیس جمهوری به هرات آمد و نتیجه بررسیشان را هم رسانه ای نکرد. از سوی دیگر مقام های وزارت امور خارجه گفتند که مسئله حقوقی برای زمین کنسولگری پیش آمده که در حال بررسی آن هم هستند. با همه اینها باید دید که این کلاف سردرگم چگونه حل خواهد شد و کدام سو پا پیش خواهد گذاشت و این گره را باز خواهد کرد. افغانستان یا ایران؟